با درود فراوان به هممیهنان گرانقدر، من محمد عرسی هستم در برنامه سرزمین جاوید حدود یک ساعت و نیم در خدمت شما امشب خواهم بود. هممیهنان عزیز، همان گونه که آگاه هستید در روزهای اخیر فعالیت حاکمان نظام جمهوری اسلامی برای به وجود آوردن یک انتخابات پرشور به قول خودشون بی اندازه شدت پیدا کرده و در رأس همه شخص ولی فقیه علی خامنه ای بیش از هر کسی کوشش میکنه که در 12 اسفند آینده یک انتخابات بسیار پرشوری در طرفداری از رژیم انجام بگیره. من خواستم در این برنامه به این مطلب بپردازم که اساساً دلیل این همه تلاش و کوششی که رژیم داره به کار میبره برای اینکه یه انتخابات خیلی پر جمعیتی رو به وجود بیاره یا داشته باشه دلیل این چیه؟ ببینید، گمان مخلص این استش که نظام جمهوری اسلامی، نظام فقاهتی و در رأس اونها دیکتاتور رژیم علی خامنه ای حقیقتاً به این انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از هر چیزی امروز نیازمند، یعنی جنبه حیاتی داره براش شرکت جدی مردم در این انتخابات. چرا؟ جمهوری اسلامی اولا به این دلیل که آقای علی خامنه ای همراه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی اینها در سال 88 یک شکست عظیمی خوردند. توده مردم به اینها نگفتند و اینها با کودتا و تقلب دوباره قدرت رو در دست گرفتن و کوشش کردن خودش رو تثبیت بکنن. علیه مردم شمشیر کشیدن، توده مردم رو سرکوب کردند و به لحاظ اخلاقی سیاسی بزرگترین بازنده این انتخابات بودن، انتخابات سال 88. اولا اینا میخوان با پیروزی در این انتخابات، یعنی با کشیدن پای توده میلیونی مردم ایران به این انتخابات مجلس، پاسخی داده باشن به اون شکستی که در سال 1388 خوردند. یک مطلب. مطلب دوم این که اساساً جمهوری اسلامی در یک بحران مشروعیت بسیار بسیار نابودگر و آشکار علنی داره زندگی میکنه. این حکومت از بدو تأسیسش مرتب هر گامی که به جلو گذاشته منابع مشروعیت و حقانیت خودشو پی در پی از دست داده. ببینید، وقتی که انقلاب پیروز شد و آقای خمینی به قدرت رسید و شروع کردن به تأسیس نظام جمهوری اسلامی، ابتدا اینها از هر گونه مشروعیتی برخوردار بودن. مشروعیت مذهبی داشتن، مشروعیت ملی داشتن، مشروعیت انقلابی داشتن، از بین المللی همه اینا رو تأیید کردند. در واقع همه منابع مشروعیتی که یه رژیم رو میتونه مشروع و محق بده و فرامین اون رو واجب الاجرا بکنه برای مردم، همه اونا اینا داشتند.
در همون سال اول انقلاب خمینی و یاران او شمشیر کشیدن به روی نیروهای ملی، نهضت آزادی، جبهه ملی و تمام جریانات ملی که کمک کرده بودند تا اینا سر کار آمده بودن. زمان کمی گذشت دیدیم که ما حق دا کارم اینجا کشید که آقای خمینی برگشت گفتش که در ارتباط با مصدق جبهه ملی ایران رو مرتد اعلام کرد و در ارتباط با دکتر مصدق هم گفت که وقتی که کودتا شد در واقع میگفت من به آقای کاشانی گفتم ایشان سیلی خوردند، یعنی کودتایی که CIA و اینتلیجنس سرویس علیه مصدق انجام دادند اون رو سیلی میدانست که از طرف خداوند بر گوش بر صورت دکتر مصدق خورد. این برداشت آقای خمینی بود از اون. خب اینها با این درگیری با نیروهای ملی و نهضت آزادی و تمام جریاناتی که نمایندگی میکردن خط اعتدالی رو در کشور، همه اینا رو با قهر و با بی‌آبرویی کنار گذاشتن. یه منبع عظیم مشروعیت خودشون از دست دادن، رفتن سراغ نیروهای انقلابی که باز با کمک اونا بر سر کار آمده بودن، چپ ها و تمام جریانات انقلابی کشور و در رأس اونها سازمان مجاهدین خلق ایران رو که کلی برای اون انقلاب زحمت کشیده بودن، خون داده بودن، زندانی شده بودن، آوارایی کشیده بودن، با اون برخورد واقعا جنایتکارانه اونها رو اونگونه قلقم کردن و عاقبت هم تمام نیروهای انقلابی رو ما که در زندان بودن یا بخش عظیمی رو حالا چندین هزار نفر نام میبرن، از 5000 تا 12000 نفر صحبته، در سال 1167 اونگونه در زندان قتل عام کردن که حتی سرصدای افراد درستکار رژیم که یه استثنایی بودند البته مثل مرحوم آیت الله منتظری صدای اونها هم در آمد. خب با برخورد با نیروهای انقلابی اینها مشروعیت انقلابی خودشون هم به این گونه از دست دادن، جنگ را انداختن، سفارت تصرف کردن، با دنیا خودشون درگیر کردن، یه جنگ ایدئولوژیکی را انداختن. بعد از اینکه ایران خرمشهر رو دیگه آزاد کرد و نیروهای متجاوز صدام بیرون کرد دیگه جنگ ضروری نبود، ولی باز آقای خمینی 6 سال دیگه اون جنگ لعنتی رو ادامه داد. میلیون ها ایرانی کشته شدن، زخمی شدن، اسیر شدن، اقتصاد نابود شد و هزار یک بلا بر سر مردم ایران آمد که همگی از اینها باخبر هستیم. در نتیجه اینا هر گامی که جلو گذاشتند در همون 10 سال اول در واقع مشروعیت ملی، مشروعیت انقلابی و آرام آرام مشروعیت مذهبی خودش هم از دست دادن. تا اینکه نوبت رسید بعد از فوت آیت الله خمینی، نوبت رسید به گروه آقای علی خامنه‌ای. این هم که آمدن در همه امور تغییرات دادن، ولایت فقیه تبدیل شد به ولایت مطلقه فقیه و شورای نگهبان حاکم شد بر تمام امور، حتی اون یه ذره آزادی هایی هم که در چارچوب نظام فقاهتی در دوران خمینی داشتن اونها هم از اعضای حکومت خودشون هم گرفتند و افتادن به جون هم دیگه. نتیجه این شد که در دوران علی خامنه ای هم و در تمام موارد رو به خرابی گذاشت و اینها در تمامی جنبه های مختلف بر علیه ملت قرار گرفتند، ترور در داخل، ترور در خارج، کار کشید آخر به اون قطعه‌های زنجیره‌ای و تا اینکه جریان اصلاحات هم پیش آمد که بخش عظیمی از مردم با حمایت از جناح دیگر رژیم که آمده بودن می‌خواستن از طریق امکاناتی که در چارچوب قانون اساسی وجود داشت گام به گام در این مملکت حرکت‌های انجام بدن. و خب خودمون شاهد بودیم که در طی اون 7 سالی که آقای خاتمی به قدرت رسید گام‌هایی در جهت آزادی برداشتن، در جهت آزادسازی برداشتن، احزاب آزاد شدن، مطبوعات آزاد شدن، یه کارهایی کردن که تا اونجا که میتوانستند با اون اوضاع احوالی که داشتن. خب ما می‌دونیم که رژیم
و در رأس اونا علی خامنه ای افتاد به جان اصلاح طلبان و بالاخره اونها را با اون وضعیت قلقم کردند و دست محمود احمدی نژاد رو و یاران او رو ولی فقیه گرفت آورد رو و اینا افتادن به جون تمامی اصلاح طلبان. در حقیقت هر کسی رو که اینا میشناختند و اونها مدعی بودند که باید مملکت ما یه مملکت چند صدایی داشته باشیم، یه گامی در جهت آزادی برداریم، گامی برداریم در جهت آزادی و مسالمت جویی در روابط خارجی، از این همه جنگ و درگیری با این و اون دست بکشیم، با اسرائیل، با آمریکا، با غرب، این همه درگیری ها رو که دیگه اقتصاد ایران نابود کرده، حیثیت ایران نابود کرده، اینها رو یه گونه ای کاهش بدیم، یه مقدار به اعتدال برسیم، یه مقدار عادی سازی بکنیم روابط داخلی مینو، روابط خارجی مونو. اینها هم هیچ کدوم ثمری نداد و علی خامنه ای و یاران او افتادن به جون تمامی این افرادی که یک ذره گام میخواستن وردارن در جهت بهبود روابط خارجی و داخلی مملکت، همه اونا رو به گونه سرکوب کرد. در حقیقت کشور به تعبیر مخلص دیگه از ما دولت، از ماده ملت تهی شد. اینا همه رو از دست دادن. ماند این آقای علی خامنه ای و یه سری دست آموزاش نظیر محمود احمدی نژاد و گروه های افراطی دیگه‌ای که به نام اصولگرایان توی مملکت معروف شدند. در حقیقت این حکومت همون گونه که در اول عرایزم از کردم تمامی منابع مشروعیت خودش رو، همه اینا رو از دست داد، خودش با دست خودش اون منابع رو خوش کرد. خب حکومت بنابراین یک بحران مشروعیت عجیبی رو مبتلاست و با واقعه 1388 کودتایی که در سال 1388 کردن، آبرو و حیثیت اونها در چشم مردم ایران و مردم جهان به زمین ریخت، دیگه هیچ چیزی برای اینا باقی نماند. آقای ولی فقیه موند و محمود احمدی نژاد و این گروه های سرکوبگری که به نام بسیج و حزب اللهی دوربر خودشون دارند. حالا اینا با توجه به این شکست هایی که خوردن، مشروعیت خودشون از دست دادند، دولت از ماده ملت تهی شده و الان درگیرند در چند جبهه. خب این حکومت، این آقای ولی فقیه، این دیکتاتور رژیم علی خامنه ای در چند جبهه الان درگیر. یک جبهه عظیم جبهه ملته، با ملت رویارو شده، درگیر با ملت، هر روز با حرکتی که ملت ایران داره میکنه برای برانداختن این نظام و استقرار دموکراسی، این خودشو درگیر میدونه، در جنگ با این ملت به پا خواسته. در همین هفته های اخیر ما میبینیم در جنگی با ملت داره. یورش بردن، دراویش گناوادی رو شروع کردن، باز سرکوب کردن. میدونید در همین تابستون بود به نظرم در شهر کوار، در منطقه کوار که نزدیک شیرازه، دراویش گناوادی رو یه سری اونجا کشتن، بعضی رو زندانی کردن. عرض کنم در کرج، در شمال، در جاهای مختلف این جمعیت ملی عارف و افرادی که یه جماعت واقعا صلح‌جو، مسالمت‌جو و افرادی هستن که عارفند و اساساً اصلا با سیاست کار اینها ندارند. یکی از اصول این دراویش این استش که ما اصلا با قدرت سیاسی، با دولت کاری نداریم ما با اینها. اما چون تفسیری که از دین و خدا و قرآن و مذهب دارن با تفسیر ولی فقیه و مصباحی یزدی خانایی نداره، وجود این دراویش رو نمیتونم تحمل کنم. این دراویشی که ادامه دهنده عرفان پر افتخار ایران هستند، ادبیات ایران نمایندگی میکنن، ادبیات عرفانی ایران نمایندگی میکنن، عرفان که ندای صلح‌جویی ایران، ندای
بشر دوستی ملت ایران هستش، این دراویش رو نمایندگی میکنن. دستگاه نظام ولایت فقیه، این نظام تمامیت ها، چشم دیدن این دراویش آزاده ما رو نداره. اینا رو سرکوب میکنن، آوارش میکردن، شغلش نزشون میگیرن، میکشنشون، زندانی میکنن، در دنیا اینا رو پراکنده کردند. این بلا که سر اونا میارن، بلا که سر بهایی های ایران میارن. هر روز ما میشنون که دردن دستگیر میکنن. دانشگاه اونا برای خودشون درست کردن، دانشگاه مجازی، دانشگاهش نمیرن بندن، به جرم دانشگاه درست کردن اونا رو زندانی میکنن، اعدام میکنن و تمام این افتضاحاتی که بار میارن که انسان شرم میکنه از به زبان آوردن کارهای اینا. از این طرف حمله میکنند نیروهای نهضت آزادی رو، روزنامه نگاران و روحانیون و دانشجویان رو دستگیر میکنن. همین چند روز پیش بود یه سری از جامعه شناسان کشور رو دستگیر کردن، از اعضای نهضت آزادی رو دستگیر کردن. عزیزان، کار به جایی رسوندن این مبارزه علیه ملت رو به جایی رساندن که انسان دیگه نام این ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی رو به زبان میخواد بیاره، با دل به هم خوردگی به زبان میاره. شما ببینید رفتند زور اینا، ببینید به کی میرسه. دختر خانم نسرین ستوده، وکیل دلاوری که از حقوق بچه ها دفاع کرده، به جرم دفاع از حقوق کودکان به زندان افتاده، همسر آقای رضا خندان، این دختر بچه که رفته مادرشو ببینه، نمیدونم 6 سالشه، 7 سالشه، چند سالشه، موقع رفتن به ملاقات جیب اینو بررسی کردن، یک شکلات پیدا کردن که میخواسته برای مادرش ببره، اون رو ازش گرفتن. ای وای، ای وای، ای وای، ای وای. ببینید به کجا رسونده این علی خامنه، این دیکتاتور، این فاشیست، ببینید به کجا رسونده وضع این مملکت رو. روسیه کرده، روسیه کرده این ملت و این مردم رو. به خانه سینما حمله میکنن که در مورد صحبت میکنیم بعدا، شمشیر کشیدن علیه جامعه مدنی، همه جا دارن حمله میکنن، شمشیر کش که ملت رو سرکوب بکنن. یه جنگشون پس جنگیست با ملت دارن، ملتی که به پا خواسته، با روش عاقلانه متمدنانه داره مبارزه میکنه علیه این نظام استبدادی، علیه دیکتاتور این نظام، یعنی علیه علی خامنه ای. یک طرف دعواش در درون خودشونه، یعنی علیه برکشیده خودش، محمود احمدی نژاد، گروه مشاعی و انواع گروه ها و جریاناتی که در داخل خود نظام به وجود آمده، علیه یار قارش، یار دیرینش، علی اکبر هاشمی رفسنجانی که همو بود که اینو به مقام ولایت فقیه رسوند، همو بود که فکر میکردیشون خیلی آدم ساده ایست و میتونه اینو به مقام ولایت فقیه برسونه و بتونه خودش اوضاع رو در اختیار داشته باشه و کشور رو به سبکی که خودش میخواد اونو اداره کنه. ولی دیدیم چه بلا سرش اومد. علیه رفیقی که همه گونه کار رو برای این کرده بود، این آدم الان این بلا رو داره بر سر جناح رفسنجانی هم میاره. دانشگاه آزاد ازش گرفتن، سایتش رو رفتن بستن، دخترش رو نمیدانن محکوم کردن و هر روز یه بی آبروی علیش به وجود میارن، دروغ میگن، راست میگن، نمیدونم کار دائم کارشون تهمت و افترا و تهاجم و حمله است که علیه این هاشمی رفسنجانی انجام میدن. یه جبهه دیگرش یعنی درون نظامه، علیه برکشیده های خودش، یاران خودش، این ولی فقیه داره مبارزه میکنه. خصوصیت همه دیکتاتور هاست، همه دیکتاتور ها هستن که عاقبتشون به همینجا میرسه، تبدیل میشن به عناصر مضطرب
نگران، دیوانه، بی شخصیت، بی عقل، ترسو و مشکوک نسبت به همه چیز. یه حالتی دیکتاتور را پیدا میکنن که به قول این مرتضی مردی ها، متفکر برجسته ایرانی که استاد علوم سیاسی است در ایران، ایشون به درستی زمانی در یکی از مقاله‌هاش نوشته بود که این حکومت به گونه مبتلا به سورئالیسم سیاسی شده. یه آدمی که مبتلا به سورئالیسم میشه چه ابتلاش چیه؟ یک بیمار سورئالیست خیال میکنه که تمام وقایعی که بیرون اتفاق میفته یا در تعریف و تمجید از اوست یا در مخالفت با اوست، و دنیا یا داره از او تعریف میکنه یا علیه او داره توطئه میکنه. این استش که امروز این آقای ولی فقیه و اطرافیانش در یک دنیای سورئالیستیک دارن زندگی میکنن. اینا تمام به نسبت اطرافیان مشکوکند، هر جمله کسی به زبان میاره فکر میکنن که یا یه توطئه سر اینا یا به گونه ای دارن اینا تعریف تمجید میکنن. شما ببینید یک تونه نامه، مثلا این آقای امیرعلایی، این امیر سردار سپاه که من بعضی از مقالاتش قبلا خونده بودم، شخص با عقل و با خردمندی به نظرم هستش، یه مقاله نوشته به مناسبت 19 دی و سخنانی به کنایه گفته که سعی کرده این فرد، این علی خامنه‌ای رو از عاقبت دیکتاتوری بترسونه. این آدمی که سالها خدمت کرده و پشت سر خود همین علی خامنه‌ای نماز خونده، آقا ببینید اطرافیانش دارن چی کار میکنن. دیگه با فحش و توهین و انواع اقسام اتهامات طرفو دارن تبدیل میکنن به ابلیس. همین محمود احمدی نژاد خودش دو سال پیش کشید رو آور سر کار، توطئه کرد، تقلب کرد، دیگران رو سرکوب کرد، دستور داد مردم تجاوز کردن، مردم رو از پشتبان به زمین انداختن، نداها رو جلوش رو بریدند، همه این کار رو کردن برای اینکه محمود احمدی نژاد در قدرت باشه. حالا افتادن به جون محمود احمدی نژاد که محمود احمدی نژاد خائنه و اطرافیانش منحرف هستن، و الان دستور دادن تمام اطرافیان او رو که ممکنه در انتخابات شرکت بکنند، در انتخابات ماه اسفند، در انتخابات آینده، همه اونا رو کوشش میکنن که محروم بکنند و ناشایسته اعلام بکنند و بدنشون کنار. خب این روح یک دیکتاتور مضطربه، ذهن یک دیکتاتور مشکوکه، بیماره. یک طرف هم پس اینا جنگی است که علی خامنه ای و یاران او در داخل خودشون با اطرافیان خودشون دارن، با هاشمی رفسنجانی، با نمیدانم محمود احمدی نژاد و مشائی و دیگران و دیگران، مشکوکن نسبت به اطرافیان. ببینید یه آدمی حتی در حد علی مطهری هم که پسر مطهری، برادر خانم این علی لاریجانی و یکی از اصولگرایان هست، به خاطر دو تا حرفی که زده ایشونم برکنار میکنن، محروم میکنن از شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا. خب پس این آقای علی خامنه ای و یارانش در یک جبهه عظیم با ملت درگیرند، در یک جبهه درونی با اطرافیان خودش درگیره، و در یک جبهه بزرگ در سطح جهانی با آمریکا و اسرائیل و غرب خودش رو درگیر کرده. در این جنگی که در سه قسمت به اشکال گوناگون جریان داره، درون و بیرون و داخل کشور و خارج، و پی در پی هم اینا شکست خوردند، مشروعیتشون هم از دست دادند، این آقا، این علی خامنه ای نیازمندی که در یک چیز یه پیروزی به دست بیاره. این که حقانیت نداره، مشروعیت نداره،
میخواد با طریق انتخابات مشروعیت به دست بره، میخواد در این دعوایی که علیه ملت داره پای خود ملت رو بکشه به پای رای، از مردم دوباره بیعت بگیره و بتونه با قدرت بیشتری به سرکوب مردم ادامه بده. میخواد مشروعیت به دست بیاره، رقبای درون حکومتی خودش رو درون نظام رو بتونه قلقم بکنه و بتونه در مقابل غرب و آمریکا به رجزخونی خودش ادامه بده. از طرف دیگه ما میدونیم که این نیاز داره به پیروزی، یعنی نیاز به یک پیروزی به سبب شکست‌های وحشتناکی که طی این دو سال به ویژخی خوردند، اینا نیازمندن یک جا که پیروزی به دست بیارن. ببینید همیانان عزیز، در طی این دو سه سال اخیر بعد از انتخابات 1388 که اینها از ملت شکست بزرگی خوردند و در اونجا تقلب کردند این حاکمان و کودتا کردند و ملت رو سرکوب کردند و از در اخلاقی و سیاسی و مذهبی از هر جنبه فکر کنی اینها آبروشون بر زمین ریخت و بی آبرو شدند و شکست خوردند، از اون زمان به این طرف هم اینا داخل و خارج از هر جنبه شما فکر بکنید هی دارن شکست میخورند. فتنگری شکست، فتنگری باز هم شکست، این وضعیت ایناست. شما ببینید اینها در ارتباط با وضعیتی که بعد از کودتا به وجود آوردن، فکر میکردن که بعد از کودتا میتونن به یک استحکام درونی برسن، تمام جناح‌های اصولگرا رو با هم متحد بکنن تحت رهبری ولی فقیه. اما عملا با این انشقاقی که درشون به وجود آمد، یعنی گروه احمدی نژاد مشاعی و از این طرف در هر حال طرفداران هاشمی رفسنجانی به گونه ای از دو طرف از این بریدند، باند مصباح یزدی هم این جبهه پایداری خودش رو درست کرد از طریق این مؤسسه آموزشی و عرض کنم که امام خمینی و بعد این دفترهای پژوهشی و این چیزهایی که به وجود آوردند، گروه خودش رو درست کردند و در ضمن اینکه با ولی فقیه هی با او به گونه ای لاس میزنند و ادعا میکنند که ولی فقیه رو قبول دارند، علی خامنه‌ای رو قبول دارند، بزرگترین نعمت میدونند برای بشریت و برای جامعه ایران، ولی ما میدانیم که یک دروغ بزرگی در بین اینها وجود داره و اونی که مصباح یزدی و باند او با تشکلات گوناگونی که به وجود آورده، با انواع تشکیلاتی که در این مملکت داره، این یه سر قدرته. با نفوذی که مثلا در سپاه پاسداران داره، بین ایشون و علی خامنه ای یک بی اعتمادی وجود داره و اینا هر کاری میکنن این بی اعتمادی از بین نمیره. تشکیل جبهه پایداری و عدم همکاری او با این جبهه متحده به نام 7-8 که معروفه، در رأس هم مهدوی کنیه، خودش بنگر این استش که بین اینها یک دعوای وجود داره، یک بی‌اعتمادی وجود داره و به این سادگی ها که نشون میدن با هم متحدن و مصباح یزدی هی دم به دم از ستایش میکنه علی خامنه ای رو، چنین چیزی وجود خارجی نداره. در واقع این دروغ پرده ساتری است که بر روی این اختلافات خودشون اینا کشیدن. خب ما میبینیم که اون ادعا که اینا میکردن که اینا متحد بودن، مثلا بعد از 9 دی که اون تظاهرات قلابی رو راه انداختند و به زور مردم در رو جمع کردند و بیان کردند که ما دیگه ختم قائله نمیدونم انتخابات 88 رو کردیم و همه با هم متحدیم حول ولی فقیه، این میبینی دروغ در آمد. با این دعوای علنی که مخصوصا بین احمدی نژاد و مشاعی با ولی فقیه وجود داره، یعنی این رژیم چند پارچه است. اینا شکست خوردن در به وجود آوردن یک جبهه متحد اصولگرایان زیر رهبری علی خامنه‌ای، شکست خوردیم.
از طرف دیگه میبینیم اینا نتونستن در زمینه بهبود رابطه با غرب برغم تمام التماسی کردن که بتونن با آمریکا رابطه‌شون رو درست بکنند شکست خوردن در این مورد. تمام محاسباتشون در ارتباط با آمریکا غلط در اومد. اینا فکر میکردن آمریکا اینا رو محاسبه اقتصادی نمیکنه، اینا رو ایزوله نمیکنه، همین گونه به حالت بینابین تهدید و حفظ روابط و به این شکل کوشش خواهند کرد، فکر میکردن که امریکایی‌ها باقی بمانند. اما اینجوری نشد. الان این سانکشن‌های اقتصادی کمر اقتصاد ایران رو شکونده. دیگه در این مورد من نمیخوام صحبت کنم، همه میدانید که چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آمده. کارخانه ها پی در پی داره بسته میشه، مؤسسات دارن از بین میرن، عرض کنم که تولید در حال نابودی است و دلار ایران که دلار میدید به چه وضعی افتاده. امروز من آخر اخباری که داشتیم که حتی دلار با 2200 تومان به زور در بازار پیدا شده و خریده شده. کشتی اقتصاد ایران در حال غرق شدنه. آینده از نظر اقتصادی تیره و تباهه. تمام سخنانی که آقایون میگفتن ما در زمان بسیار نزدیکی به قدرت اول اقتصادی خاورمیانه تبدیل خواهیم شد، همه اینها دروغ در آمد. بیکاری فراگیر شده، فقر فراگیر شده، بدبختی، بیچارگی سراسر این جامعه رو فرا گرفته. این از نظر اقتصاد. از نقطه نظر سیاسی بین المللی ایزوله شده. ایران الان بدنامترین کشوره. جمهوری اسلامی الان قبل از یک نامی باشه یک بدنامیست. روابطش با غرب، با جهان عرب، با همه جای دنیا، به هم ریخته. جمهوری اسلامی هیچ یاری در این دنیا نداره. یک دونه یار علیل و بدبخت داره به نام سوریه که اونم رو دستش باقی مونده. جالبه که اینها در ارتباط با بهار عرب هم مدعی بودن که و مدعی هستن که این بهار عرب پیروز جمهوری اسلامی است. یعنی انقلابات که در تونس شد، در مصر شد، در یمن در جریانه و روزهای آخرش بگو نمیگذره، در اردن و در سراسر این منطقه عربی ادعای اینها این بوده که این پیروی از انقلاب اسلامی ایران و پیروی از در واقع ولی فقیهه. به قول خودشون روح مکتب ولایت فقیه رو در این انقلابات عربی اینا مشاهده کردن و براش تبلیغ کردن. که میدانیم دوستان عزیز، هم میهنان گرانقدر، حقیقتا این یک دروغ آشکار و علنی است. این انقلابات جهان عرب نه تنها هیچ تقلیدی از انقلاب اسلامی نیست، بلکه این تقلیدی است علناً و آشکارا از جنبش عظیم ملی و سبز و دموکراتیک مردم ایران، جنبشی که علیه نظام ولایت فقیه بود، علیه نظام ولایت فقیه، علیه دیکتاتوریه. یعنی این بهار عرب که این گونه فرا رسیده، این به پیروی از جنبش سبز ملت ایران به وجود آمده که این حضرات ولی فقیه و یاران او اینو پیروزی خودشون تلقی میکنن. این فاشیست، این یعنی فاشیست. ببینید چه چیزی آشکارتر از این که جنبش های جهان عرب درست بر ضد جمهوری اسلامی است. چه چیزی آشکارتر از این صحبت که تمامی این جنبش ها اون قسمت های لایک و سکولار و دموکراتیکش که سر جای خود، حتی احزاب اسلامی مثل اخوان المسلمین، مثل النهضه تونس، همه اینها آشکارا و علنی میگن
ما نظامی مدل نظام جمهوری اسلامی نمیخواهیم، ما نظام دموکراتیک میخواهیم. علنی میگویند که ما مقلد ترکیه میخواهیم باشیم. حتی اگر حزبی اسلامی مثل النهضه یا اخوان المسلمین در مصر به قدرت بخوام برسن، میگن ما تقلید از حزب توسعه و عدالت ترکیه ما میخواهیم بکنیم. به همین جهت میبینیم میرن اردوغان رو دعوت میکنن همه اینا. اردوغان میره در مصر و در کشورهای عربی به اونا پیشنهاد میکنه که عزیزان برادران برید نظام لایک، نظام سکولار به وجود بیارید که بین مذهبی و غیر مذهبی دوستی باشه و دین و دولت از هم جدا باشه. آقای قنوشی رهبر النهضه که یکی از برجسته ترین شخصیت های دینی و ملی تونس و سراسر جهان عرب و آفریقاست، رسما میگه که ما نظامی مدل نظام ترکیه میخواییم. میگه ما هیچ مرکزی رو به عنوان مرکزی برای اینکه حرفش در امور دینی و سیاسی فصل الخطاب باشه قبول نداریم. هیچ مرکز دینی رو به عنوان مرکزی که فتوا بده چه چیزی درست است چه چیزی غلط است ما قبول نداریم. ما هیچ گروه دینی رو به عنوان اینکه مرکزی باشه برای پرسش ها و پاسخ های ابدی ما اینو نمیپذیریم. اینها سخنان بر زبان آمده این رهبران حتی مذهبی این جنبش های جان عربه. خب ما میبینیم که در واقع بهار عربی به جای اینکه پیروی از اینا باشه، جنبش هایی که بهار عربی رو به وجود آوردند، اینها بر علیه درست این نظام ولایت فقیه بوده. ببینید که رابطه شون هم اساسا با مصر و تونس و امثال اینا بسن درست نشده. بوسایم عرض کنم که در واقع اینا از طرف جنبش های عربی تحت فشار هستند. مردم ایران هم اینا میترسن که تقلید کنن از اونها، از روشی که اونها به کار بردن و حتما هم ملت ایران تقلید خواهد کرد. چرا که جنبش های اونها جنبش های ضد دیکتاتوری بوده. دیکتاتوری مبارک رو کنار زدن، بن علی رو کنار زدند، صالح رو در یمن دارن کنار میزنند. جنبش مردم سوریه که و درود میفرستن برای مردم بزرگ، برای مردم سوریه که علیه این دیکتاتور یعنی اسد به پا خواستن، مردم ایران حتما از اونها تأثیر میپذیرند، چون با چشم خودشون میبینن که اونا عمل دیکتاتورها دارن کار میکنن. اون وقت این آقایون و در رأس اونها علی خامنه ای ادعا میکنه که جنبش های عربی بیداری اسلامی است به پیروی از انقلاب اسلامی ایران. خب این همه جا ما ببینیم شکسته و این شکست ها اینها رو به دروغگویی وادار کرده. از کرمه یکی از روحیات فاشیسمه، یکی از ویژگی فاشیسمه. صدام حسین وقتی که در اون جنگ اول خلیج فارس که جورج بوش بود و حمله کرد و اونجور در ماجرای کویت اینا رو شکست داد و منکوب کرد و افسران ارتش عراق به پابوسی نیروهای مسلح آمریکایی رفتن که عکس‌ها تمام تصاویر ما داریم، صدام حسین خودش به اون وضع بدبختی واقعا مبتلا شد. میدانیم ماشه وقتی که نیروهای عراقی از کویت عقب نشینی میکردند، آقا ادعا کردین صدام حسین که ارتش بعثی عراق شما در این جنگ پیروز شدید و آمدند در یک سالگرد اون شکست بزرگ که از آمریکا خورده بودن و متحدان آمریکا، آملن یک چیزهایی رو به عنوان یادبود به وجود آوردن، یادبود پیروزی در جنگ علیه آمریکا. خب این روی فاشیسمه.
شکست آشکار و علنیشو میگه من موفق شدم. اصطلاحی که اصطلاحات عادی که تودهای مردم ایران حقیقت بهش میگن کارهاست که بچه پر رو انجام میده. همینجور هیتلر خصوصیتش اینجوری بود. وقتی که در شکست بود، وقتی که شکست بزرگ در استالینگراد خوردند، اول افتادن به گریه و زاری چون واقعا وحشتناک بود شکست در استالینگراد. بعدن اعلام کردن که ما خودمون این برنامه رو ریخته بودیم، اصلا این شکستی نیست. و به مردم خودشون و نیروهای مسلح خودشون تبریک گفتن نازی‌ها، و بعد گفتن که بالای کلکی زدیم و خواهید دید که چجور چه بلایی بر سر روسا ما خواهیم آورد. و تبریک گفتن که در استالینگراد شما پیروز شدید، مردم آلمان، ارتش آلمان. این روحیه فاشیسمه. لذا اینا از هر جنبه زر شکست خوردن، شکست های متعدد داخلی خارجیشون، جنگی که با ملت دارن، جنگی که با غرب دارن، جنگ درونی که دارن، شکستی که در سال 1888 خوردن در انتخابات اون دوره، و بحران مشروطیت، همه اینها باعث شده که اینا نیازمند شدن که در یک جای پیروزی به دست بیارن تا مشروعیت از دست رفته رو به دست بیارن، شکست ها رو یه جور پاسخ بگن، در مقابل ملت بتونن بیستن، در مقابل آمریکا و غرب بتونن بیستن. لذا به پیروزی نیازمندن. اون پیروزی میتونه همون انتخاباتی است که رویارو ما داریم در اسفند ما، کوشش میکنن در اونجا پای مردم رو بکشن به انتخابات و در اونجا یه پیروزی به دست بیارن و بتونن یه رجزی بخورن بخونن، که واقعا من اعتقاد دارم حقیقتا کور خوندند. ملت ایران هیچ انتخاباتی رو اینگونه تحریم نکرده بود که حالا کرده، و اینها از همین الان در این انتخابات هم بازنده هستند. دین حاکم رو خواهد داشت. خب ما یه موسیقی بشنویم و بعد من در خدمت شما همین کوتاه هم. با درود مجدد همیهنان گرانقدر، مثل اینکه البته وقتمون کمه، من به علت قلت وقت صحبت هامو در 5-6 دقیقه
خلاصه میکنم و از شما خداحافظی میکنم. بله، عرض کنم که همیهنان عزیز، همونطور که عرض کردم، حکومت مشروعیت خودش از دست داده، سال 88 شکست بزرگی از ملت خورده، باید اونو جبران بکنه، با آمریکا و غرب درگیره، خطر جنگ وجود داره، بحران اقتصادی در حال نابود کردن اقتصاد ایرانه، معاصره اقتصادی کمر نظام رو شکنده و ملت ایران رو به چاه بدبختی و فقر و فقر اقتصادی انداخته. در چنین وضعیتی ملت ایران برای اینکه از این مشکلات بیرون بیاد، برای اینکه جلوی جنگ رو بگیره، اگر قبول میکنیم که هر گامی که ما برمیداریم، هر گامی که این حاکمین برمیدارن و غرب و آمریکا برمیدارن در جهت جنگه، اگر قبول میکنیم که جنگ این مملکت رو به نابودی خواهد کشید، ممکنه مملکت رو به تجزیه بکشه، میلیون ها انسان به آوارگی کشیده بشن، میلیون ها انسان کشته بشن، ایران ویران بشه، منطقه از هستی ساقط بشه، اگر باور دارید به اینکه نتایج مترتبه بر جنگ میتونه ویرانگر و نابودگر باشه، و اگر میپذیریم که مسبب این وضع سیاستی است که جمهوری اسلامی خودش در پیش گرفته و دیکتاتور رژیم علی خامنه‌ای و همراهان او و شرکای او مسئول این وضع هستند که در دو جبهه، یکی علیه ملت در جنگن، یکی در خارج با غرب در حال مجادله و جنگ و ستیز جویی هستند. اگر قبول میکنیم که مسئول ایشان هستند، پس باید تمام نیروی خودمون رو جلب بکنیم، حرکت بکنیم متحد برای اینکه رأس نظام رو هدف قرار بدیم. این ولی یه فقیه، این علی خامنه ای یک دیکتاتور بیماره، مضطربه، پریشانه، مشکوکه، ترسوس، روحی از دست داده، و چون فکر میکنه در آستانه نابودیست، راهی جز ستیزه‌جویی علیه ملت و ستیزه‌جویی علیه غرب رو جز این راه دیگری رو نداره، فکر میکنه باید همین راه آن بده و این راه راه نابودی ملت ایرانه. لذا برای اینکه ما به دام این فرد نیفتیم، راه درست این هستش که همه نیروهای سیاسی کشور، تمام ترقی خواهان، تمام استقلال خواهان ایران، آنهایی که استقلال ایران رو میخوان، تمامیت ارضی ایران رو میخوان، آزادی ملی میخوان، دموکراسی میخوان، اجرای حقوق بشر رو در ایران میخوان، تمام این نیروها، تمام این افراد از مذاهب مختلف، فرقه های مختلف، گروه های سیاسی مختلف، اقوام مختلف ایرانی، از فارس و ترک و کرد و لور و عرب و عجم، هر آنچه در این مملکت هست و ایرانی هستن، همه ما باید متحد با هم، به رغم هر گونه اختلاف فکری و عقیدتی و اینا که وجود داره، باید دست در دست هم برای برکناری و دیکتاتور این نظام باید متحد با هم حرکت بکنیم. راه جلوگیری از جنگ، راه حفظ ایران و استقرار دموکراسی و آزادی در ایران از مبارزه علیه دیکتاتوری ولی فقیه میگذره. همه امور روشنه. امروز تمام شخصیت های مملکت، حتی یاران خود ولی فقیه، میدانن که مرکز تمام مشکلات علی فقیه. الان علی خامنه ای به نقطه گرهی تمامی مشکلات ملت ایران و منطقه تبدیل شده. اگر جنگ نمیخواید، اگر استقلال میخواید، اگر آزادی میخواید، اگر امنیت میخواید، اگر حمله خارجی رو نمیخواهید، حرکت کنیم برای برکناری دیکتاتور رژیم، حرکت کنیم برای برکناری علی خامنه ای. و از این طرف تمام نیروها، هر کسی که به آزادی میاندیشه،
هر کسی که به عدالت میاندیشه، به استقلال ایران، به دموکراسی در ایران، به تأسیس آزادی در ایران میاندیشه، باید دست در دست هم بگذاریم. هممیهنان عزیز، باید از اختلافات کوچک دست بکشیم. باید از تبارشناسی سیاسی دست بکشیم. در گذشته تو چنین کردی، در گذشته تو چنان کردی، گذشته تو چنین است، گذشته تو چنان است. از این حرفا باید دست بکشیم. بدون اینکه چیزی رو فراموش بکنیم، باید با یه برنامه مشخصی برای نجات ایران به یک آشتی ملی دست بزنیم و حرکت کنیم تا دیکتاتور نظام رو برکنار بکنیم و از این طریق ایران رو نجات بدیم و جلوی جنگ رو بگیریم. این تنها راهی است که در مقابل ما قرار داره. به آرزوی پیروزی و موفقیت، جاوید ایران، برقرار باد آزادی.